بیایید در مورد جریان خشونت آمیز صحبت کنیم. سلام، من سایه هستم. اینجا چنل با من مطالعه کنه. در این چنل کتاب معرفی و نقد بررسی میکنم و بر اساس کتاب ها مسائل اجتماعی سیاسی روز رو هم براتون ریاکت روش میرم و بررسی میکنم. اگر به اینجور موضوعات علاقه مند هستین، چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنین تا از ویدیوهای پیش روی من مطلع بشین. لایک و کامنت هم یادتون نره. امروز میخوام در مورد جرائم خشونت آمیز و دیدگاه جامعه شناسی به اینجور جرائم برای شما صحبت کنم. مبنای حرف من این کتابه. جامعه شناسی جرائم خشن، نشر افکار این کتاب رو چاپ کرده که من چند جای کتاب نقد جدی دارم. ولی قبل از اینکه وارد نقد و بررسی این کتاب بشم، باید بهتون تذکر بدم که این ویدئوی من متصل و ادامه دوتا ویدئوی قبلی منه. ویدئوی قبلی من در مورد نژادپرستی، افغان ستیزی و فاشیسم بود که توی اون ویدئو خیلی مفصل به این موضوع پرداختم. یه ویدئو قبل ترش من در مورد مجازات اعدام صحبت کردم به بهونه یک پادکست. بحث اعدام و بحث خشونت‌های مبتنی بر نفرت، هیت کرایم، خیلی تنگاتنگ هستن با بحث خشونت. یه چیزایی که توی ویدئوی مربوط به افغان ستیزی نگفتم رو توی این ویدئو قراره براتون بازش کنم. پس حتما ویدئوهای قبلی من رو هم سر فرصت ببینین. توی دیسکریپشن و توی کارت‌های بالای ویدئو براتون میذارمش. اول از همه میخوام با هم یه بررسی مختصر داشته باشیم که ما اصلا چند نوع جرم داریم، چه نوع جرایمی داریم. از یادداشتم براتون میخونم. 1. جرایم علیه اموال. یعنی چی؟ یعنی دزدی، حالا سرقت از خونه، مغازه، خرابکاری، آتش سوزی عامدانه، سرقت خودرو. 2. جرایم یقه سفید یا جرایم اداری، مثل کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، پولشویی یا چیزای این مدلی. 3. جرایم سازمان یافته. یعنی چی؟ یعنی مثلا قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قمار غیرقانونی و جرمای خرکی این مدلی که گروه میخواد، یه نفره نمیشه انجامش داد. شماره 4، جرایم سایبری، مثل هک کردن، سرقت هویت، ساختن هویت جعلی، مزاحمت اینترنتی، کلاهبرداری آنلاین و اینجور چیزها. و بعد میرسیم به کاتگوری جرایم خشن. جرایم خشن چیان؟ شماره 1، قتل. این قتل میتونه هم قتل عمد باشه هم قتل غیر عمد باشه. 2. حمله، یا انگلیسیش میشه assault. این حمله میتونه یه حمله ساده باشه، میتونه یه حمله شدید باشه، میتونه صرفا مثلا یه مشت بخوره پا چشتون، یه آسیب جزئی داشته باشه، میتونه یک حمله شدید باشه، به احتمال زیاد تو همچی حملاتی سلاح در اون حمل شده و یه جوری میزنه شما رو شتک میکنه که به این راحتی شما بهبودی پیدا نمی کنی. قطعات در کنار هم به این سرعت قرار نمی گیره به زندگی عادیت ادامه بدی. سومین نوع از جرایم خشونت آمیز سرقت مسلحانه است. طبعا چیزی که اسلحه داره مشخصا خشونت داره، خشنه. شماره 4، خشونت خانگی. معمولا خشونت خانگی خیلی دست کم گرفته میشه. خیلی جای دنیا قوانین واضحی در حمایت از خانواده و در حمایت از قربانیان خشونت خانگی وجود نداره. اشاره نمی کنم چه کشورهایی، خودتون فکر کنم بدونین. مثل سوء استفاده فیزیکی، سوء استفاده عاطفی، خشونت روانی، خشونت اقتصادی، مثلا نمیذارن پادو از خونه بذاری بیرون، نمیذارن اجازه نمیدن بری سر کار، نمیذارن بری درس بخونی، براتون آشنا نیست. و خشونت جنسی یا sexual assault. حالا این خشونت جنسی که دارم میگم مثل یه چتر میمونه. انواع اقسام سوء رفتارهای جنسی و آزار جنسی زیر مجموعش قرار میگیرن، از متلک پراکنی و نمیدونم تیکه پنداختن توی خیابون گرفته تا پیشنهاد نادرست در محیط کار، در محیط تحصیل، و بعد یه لول حادترش میشه تعرض جنسی و بعد تجاوز. ممکنه بعد اون سوال پیش بیاد که فرق تعرض جنسی و تجاوز جنسی در چیه؟ آیا داریم دخول محور به موضوع نگاه میکنیم؟ ببینین، تجاوز رابطه جنسی بدون رضایته، اما تعرض هر عمل جنسی بدون رضایته. مثلا یه نفر به شما دست بزنه، به زور شما رو ببوسه، یا یه کارای این مدلی.
ولی تجاوز یه لول حادتره، کار به رابطه جنسی زوری میکشه. همه اینها بهش میگن جرائم خشونت‌آمیز. اما توی این کاتگوری رایج یه کاتگوری جا افتاده که اینجا میخوام براتون بگم، هیت کرایم، جرائم مبتنی بر نفرت. جرائم مبتنی بر نفرت تا حد خیلی زیادی با جرائم خشونت‌آمیز همپوشانی داره، ولی الزاماً همیشه خودشو با جرائم خشونت‌آمیز نشون نمیده. توی قبل از هولوکاست، قبل از جنگ جهانی دوم، ما یه رویدادی رو شاهدش هستیم به اسم شب شیشه های شکسته، کریشتالناخت. در اون شب ما میبینیم چه اتفاقی میفته، یک هیت کرایم اتفاق میفته، یک جرم مبتنی بر نفرت. چه اتفاقی میفته؟ آریایی ها و اعضای اس آ، آخر نفهمیدم اس آ بودن اون شب یا اس اس، چون میدونم که آخر اون شب اس آ سفرش جمع میشه، اس اس میاد رو کار. حالا بگذاریم، توی اون شب آریایی ها و طرفدارای هیتلر و یه مش آدم بیشعور نجات پرست میریزن و خونه ها و کنیسه های یهودی ها رو با مغازه هاشون شیشه ها رو خورد میکنن، مغازه ها رو آتیش میزنن، آدم ها رو تو خیابون رندوم میدیدن کتک میزنن، چند نفر کشته هم داشته. اما مثلا این میبینید بیشتر جرائم علیه امواله، به جز اون چند مورد که ضرب و جرح و کشتن بوده، بیشتر جرائم علیه امواله، ولی هیت کرایمه. یا مثل اتفاقی که دو هفته پیش توی تهران منطقه 15 افتاد که توی ویدئوی قبلی حسابی بهش پرداختم. حالا به ریشه های این اتفاق برمیگردم. وقتی که در مورد هیت کرایم داریم صحبت میکنیم، یعنی چی؟ یعنی در این جرم ها یک نفرت علیه یک گروه مشخصی داره صورت میگیره. زن کشی یکی از انواع هیت کرایمه. نژاد پرستی یکی از انواع هیت کرایمه. صحبت‌های ضد همجنسگرایانه و اینا هم میتونه جزء هیت کرایم باشه که خیلی وارد جزئیاتش نمیشم الان. حالا من چرا اینقدر وارد این جزئیات میشم؟ برای اینکه این جزئیات توی این کتاب با این دسته‌بندی که بهتون میگم نیست. کلاً کتاب پراکنده‌گوییه، کتابیه که خیلی نظریه محوره. دورکیم چی گفت، فلان مکتب چی گفت، خصالت آور، خواب آور، و شما کاربردی اینا رو نمیبینید. من برای همین این توضیحات تکمیلی رو بر اساس تحقیقات و مطالعات خودم اضافه کردم که یه پیش زمینه ذهنی داشته باشیم و مطالبی که این کتاب در هم بر هم داره بهتون ارائه میده رو با یه نظم و ترتیب بهتری بهتون ارائه کنم. نمیدونم چند درصدتون مخاطب سریال یا پادکست یا ویدیوهای جنایی هستین. شاید یه عده باشین، شاید یه عده نباشین. و وقتی که مخاطب اینجور محتواها باشین، بعد از یه مدت میترسین و فکر میکنین که چقدر دنیا جای ترسناک و ناامنیه، چقدر اینجور جرما زیاده. ولی واقعیت اینه که جرائم خشونت‌آمیز اتفاقا به اون زیادی که فکر میکنیم نیستن. یعنی جرائم علیه اموال و جرائم اداری به مراتب رایج‌تر و بیشتره. مخصوصا حالا یه چیزی مثل قتل سریالی، حالا قتل زیاده، مرگ در اثر به قتل رسیدن زیاده، ولی یه چیزی مثل قتل سریالی، شاید خیلی در مورد سریال بسازم، ولی اتفاقا اتفاقی که زیاد رایج نیست در مقایسه با بقیه انواع جرم و جنایت و رفتارهای بزهکارانه. درسته که اینجور جرائم از نظر تعدادی کمترن، ولی از نظر کیفیت بخوایم بهش نگاه بکنیم، بسیار آسیبزا و بسیار تاثیرگذار هستن توی جامعه. برای همین با وجود اینکه تعداد به وقوع پیوستنشون قدر زیاد نیست، اما خیلی مهمه که به بررسی جرائم خشونت‌آمیز بپردازیم. حالا توی پادکست ها، توی ویدیوها معمولا رو جنبه روانشناسی کار بیشتر مانع افتاده میشه. کتابایی که چاپ میشه بیشتر روانشناسی داستانه، که اوکیه. من میخوام در این ویدیو از جنبه جامعه شناسانه وارد داستان بشم. چرا برای یک جامعه شناس، برای یک مردم شناس مهمه که روی کریمینولوژی یا جرم شناسی مطالعه کنه؟ قضیه این نیست که با قفل فرمون زدن تو سر یه نفر آسیب فیزیکی دیده. مسئله اینه که این جور رفتارها در جامعه و یه پرونده این مدلی میتونه تأثیر خیلی زیاد و منفی بذاره روی کل جامعه. و خیلی وقتا میشه که از منظر جامعه شناسی بررسی کرد که آقا چی تو مغز حمله کننده میگذشه، چی تو مغز اون قاتل میگذشه که همچین کاری انجام داده. توی این بررسی ها و مطالعات چند تا جنبه مطرحه. یک، چی شد که این جرم اتفاق افتاد؟ چه مشکلاتی وجود داشت؟ دو،
چه راه‌های پیشگیری وجود داشت؟ 3. با مجرم چیکار کنیم؟ با قربانی چیکار کنیم؟ میشه با جامعه شناسی اینا رو بررسی کرد. وقتی که ما این چرایی رو بدونیم و مورد بررسی قرار بدیم، خب میتونیم یه سری پیشگیری‌های به وجود بیاریم. در آموزش و پرورش، در بحث اقتصاد، در ساختارهای اجتماعی، در فرهنگ میتونیم یه سیاستی رو پیش بگیریم، یک آموزه‌هایی رو پیش بگیریم که این جرایم کمتر و کمتر بشه. قابل پیشگیری و قابل بهبودن. وقتی که اینجور جرایم و مورد مطالعه قرار میدیم دقیقا میفهمیم که چه مشکلاتی توی جامعه وجود داره. پس خیلی مطالعهشون مهمه. حالا این کتاب هم به همین داستان پرداخته. گفتم بیشتر از در نظریه وارد شده، مکاتب وارد شده. من یکی دو موردشو مثال میزنم که از همه مهمتره، ولی خیلی وارد این جنبه نمیشم، چون واقعا برای من و شما مخاطب احتمالا مهم نیست که دورکیم چی گفت. مهم اینه که چرا میگفت، تحلیلش چیه. در مورد این موضوعات میخوام بیشتر حرف بزنم. و وقتی که داره این کتاب در مورد جرایم خشونت‌آمیز صحبت میکنه، بیشتر جرایمی مد نظرش هست که در روابط بینافردی وجود داره. یعنی مثلا تروریسم به صورت بین‌الملل یا خشونت‌های گروه‌های مثل داعش و طالبان و القاعده و اینا مورد بررسیش نیست. نمیگم بری یه جا رو بمب‌گذاری کنی یا سر یه در رو ببری جرم خشونت‌آمیز نیستا، ولی اینا دیگه از یک سازوکار روابط بینافردی به رد. اینا رو باید تو روابط بین‌الملل و توی تاریخ تحلیل کرد. این کتاب وارد اون مبحث نمیشه. نظریه‌های مختلفی برای بررسیش وجود داره، مثل نظریه کنترل اجتماعی یا یه سری نظریه‌های ترکیبی، همنشینی افتراقی، یادگیری اجتماعی، یادگیری سرشتی، کنش متقابل، خود آینه‌ای، نقش اجتماعی، برچسب زنی و پدیدارشناسی. من بیشتر روی کنترل و برچسب زنی میخوام مانور بدم. اومده در ابتدای کتاب استناد کرده به یکی از نظرهای دورکیم که بالاخره تو همه جوامع یک درصدی قانون شکنی و جرم و جنایت وجود داره. این درصد صفر نمیشه و برای همینه که همه جوامع به زندان و دادگاه و اینجور چیزها احتیاج دارن. مشکل وقتیه که اینا از یه مقداری بیشتر بشه، از یه حدی از کنترل خارج بشه. از روش میخونم: در جوامعی که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی شدت زیادی دارد، ارزش های مشترک بین افراد با تضعیف جدی روبرو میشود. در این حالت وضعیت تهاجمی و اعتماد به نفس پایین با محرک های مثل الکل و مواد مخدر قوی میشن و افراد سعی میکنن اختلافاتشون رو از طریق خشونت برطرف سازن. در واقع اهمیت جرم خشن از یک سو این دیدگاه نزد مجرمینه که آنها در جهت احقاق حقوق خودشون باید به هر طریق ممکن آستین بالا بزنن این حرفا، و دو، این گونه جرائم در جامعه امنیت اجتماعی رو به مخاطره میندازه و احساس ناامنی به وجود میاره، چیزی که تو ویدئوی مربوط به فاشیسم خیلی روش مانور دادم. حالا همونجوری که دارم صفحه به صفحه میام جلو، نقدهام رو هم به متن این کتاب دارم میگم. مثلا اینجا اومده از ساترلند نقل قول کرده صفحه 17 که چه چیزی در یک خانواده باعث میشه که فرزندان بزهکار بشن. بزهکاری سایر افراد خانواده، فقدان والدین در اثر فوت، طلاق یا غیره، عدم کنترل فرزندان در اثر غفلت والدین یا سایر عوامل، ناسازگاری در منزل، حمایت بیش از حد از یه فرزند، سختی گیری بیش از حد معمول برای بقیه فرزندان، شلوغی خانواده، دخالت بستگان و غیره، اختلافات نژادی مذهبی و نامساعد بودن محل کار و سکونت، این موضوع مهمه بهش برمیگردم، و فشارهای اقتصادی نظیر بیکاری، درآمد ناکافی و کار کردن مادران خارج از منزل. اینجا میتونست پاراگرافی اضافه کنه نویسنده که نکرده، خدا بگم چیکار نکنه. و واقعیت اینه اگر شما به یافته‌های علمی مراجعه کنین، هیچ رابطه علت و معلولی صافی وجود نداره بین مادری که شاغله و بچه‌ای که بزهکار میشه. هیچ رابطه علت و معلولی مستقیمی وجود نداره. شاید میشه گفت منظورش این بوده که اگر به هر دلیلی مادر خیلی مشغله داشته باشه، سر کار بره و غفلت کنه در فرزند پروریش، این مسئله فرزند رو به بزهکاری سوق میده، که باز همین استدلال تو کت من نمیره. این بچه بابا هم داره، باباش کدوم قبرستونیه؟ من نمیفهمم چرا وظیفه فرزند پروری فقط باید بر دوش مادران باشه. اصلا این نظر از بیخ مشکل داره. غیر از این دلایل دیگه هم هست که با این استدلال بخواین مخالف باشین. در برخی از مطالعات ارتباطی یافت نشده بین بزهکاری فرزند و شاغل بودن مامان.
یا اگرم ارتباطی به وجود اومده خیلی ارتباط ضعیفی بوده و مثال نقصش هم خیلی زیاده. عواملی مثل سبک فرزند پروری، حمایت اجتماعی، مراقبت جایگزین و غیره خیلی اثر داره روی این موضوع. مثلا من یه ویدیو دارم توی کانالم به اسم زنان و خانواده. توی کارت‌های بالای ویدیو لینکشو میذارم و همچنین توی دیسکریپشن. داره نشون میده که اون 10 سال اول انقلاب اکتبر وضعیت زنان توی شوروی چطور بود و این وضعیت عالی بود. مهد کودک‌های رایگانی به وجود میاد که بچه‌هاشون و خانما میتونستن بذارن اونجا و از قید و بند شر مراقبت‌های خانوادگی نجات پیدا کنن، بتونن برن سر کار. که تبعات خیلی مثبتی هم داشت. من اون ویدیو رو ساختم، دیگه تو این ویدیو بهش نمیپردازم. تو اون ویدیو توضیحات منو بشنوین. میخوام بگم که فرزند پروری، اولا پدر هم تن محترم باید تکون بده، یه نقشی رو گردن بگیره. صرفا با اسپرم اهدا کردن و هر از گاهی خرج خانواده دادن شما پدر نمیشه، یکم گردن بگیر بچه دارید و سایر مراقبت های جایگزین خیلی تاثیر داره که این بچه بزهکار بشه یا نه. پس مادر شاغل الزاماً فرزند بزهکار تحویل جامعه نمیده. نکته ای بود که میتونست توی پاراگراف تکمیلی بنویسه ولی صلاح ندونست بنویسه. بالاخره نویسنده یه مردی بوده، در یک نظام مرد سالارانه داره این کتاب مینویسه. در ادامه این متن بدتر هم میشه. داره استدلال میاره، میگه که توی آمار کشور ما جرایم خشن خیلی روشن نیست. کلن در ایران آمار هیچ چیزی روشن نیست، جرائم خشن بماند. ولی داره میگه که چون بافت جمعیتی در آینده داره به سمتی میره که جوون مجرد زیاده، 12 میلیون جوون مجرد خواهیم داشت که به سن یأس در تشکیل خانواده و ازدواج میرسن، ممکنه که این افراد پتانسیلشو داشته باشن که به جرائم خشن رو بندازن. عملا داره میگه اگر ازدواج کنیم برین سر خونه زندگیتون، جرائم خشن تو جامعه کاهش پیدا میکنه. ببخش معذرت میخوام، این همه قتل همسرکشی، فرزندکشی، قتل منتسب به ناموسکشی، اینا اینا عمه من داره مرتکب میشه، اینا پدر خانواده بیشتر انجام میده. یا در مواردی همدستی و همراهی برادر، نمیدونم عمو، اینا وجود داره ولی اینا رو یه مش آدم متأهل دارن انجام میدن. میدونی نمیشه بگیم که خب چون مرد مجرد داریم سرش گرم نیست پتانسیل خشن شدن و مجرم شدنش هست. نه عزیزان، اینجوری استدلال نمیکنن. بماند که خیلی از قتل‌های منتسب به ناموس اصلا گزارش نمیشه. اصلا خانه پدری یه نمونش بود، حالا اونم ممکنه بگین مال زمان قاجار بود ولی همین الان هم همینطوره. خیلی جا هستن که خانواده‌ها با خیال راحت دخترشون رو سربنیست میکنن، حتی نمیرن شناسنامش رو تحویل بدن، میگن بچه ما مرده. مورد هم داریم که طرف زنش رو کشته، با افتخار داره سرش وسط خیابون میچرخونه و قاتل داره راست راست برای خودش میچرخه. صفحه بعد داره میگه که ممکنه توی یک کشور علت اصلی قتل و جرم خشونت‌آمیز مسائل مالی باشه ولی توی یک کشور دیگه این موضوع رتبه اول نباشه. این قضیه میخواد بگه که این ماجرا نسبیه، تو هر کشوری باید بر اساس شاخص‌های همون کشور تحلیل کرد. در ایران طبق اطلاعات پلیس آگاهی ناجا 50% مقتولان زن از سوی محارم درجه 1 به قتل رسیدن. این جالب بود. وقتی که ما میایم در مورد حقوق زنان، حق طلاق، فمینیسم صحبت میکنیم، نه شما پهنیستاز گند زدیم به حقوق زنان. ببخشید ما این زنکشی ها رو مرتکب نشدیم. و یه جا دوباره تو متن یه کلمه‌ای به کار برده که دلم خواست سرم رو بکوبونم تو دیوار. پاره این از مسائل فرهنگی از اهمیت فوق‌العاده در این زمینه برخوردارند. برخی از مسائل حاشیه‌ای نیز در شکل‌گیری و ارتکاب این جرائم نقش موثری دارند. در کشور ما طلاق زنان و فاقد سرپرست بودن آنها به خودی خود می‌توانند انگیزه برای ارتکاب برخی جرائم باشند. فاقد سرپرست؟ من نمی‌دونم تو مغز نویسنده چی میکسشه. من تو مغزت فاقد سرپرست؟ داری در مورد طفل زیر 18 سال حرف میزنی یا داری در مورد حیوان خانگی و پت حرف میزنی؟ نمیفهمم. یعنی چی زن فاقد سرپرست؟ یعنی یه زن خرس گنده یه بالای 18 سال باید حتما یه نره خربال سرش باشه؟ What the fuck واقعا؟ به اعصابم مسلسل شدم. ادامه یه مطلب. بیان یه مثلث رو در نظر بگیرین. این مثلث، مثلث انگیزه های جرم خشونت آمیزه. این مثلث رو کی طراحی کرده؟ دورکیم.
حالا از لا این انگیزه ها چیان؟ کنترل، جرم، مجرم. توی جرم شناسی متقدم یعنی آثار دورکیمینا خیلی مجرم محوره، ولی بعداً موج‌های بعدی مطالعاتی میان روی قربانیان مطالعه میکنن که در ادامه بهش میپردازم. این خودش یه رویکرد فمینیستی هم میتونه داشته باشه و تو همین پروسه است که رشته‌ای به اسم جامعه شناسی کیفری به وجود میاد. حالا عواملی که بررسی میکنن چی هست؟ من تیتروار اسم برم بعداً بهش میپردازم. 1. عوامل طبیعی مثل آب و هوا اینا میتونه مؤثر باشه. مثلا اگر به زمان قرون وسطای اروپا ما متفکرین بر زیاد داشتیم، اگر به آثار اونها نگاه کنیم معمولا میان و آب و هوا رو جز عواملی در نظر میگیرن که میتونه باعث جرم و جنایت بشه، ولی قطعی نیست، صرفا یه فاکتوره. مورد دوم عوامل خانوادگیه، چون خانواده مهمترین سلول و کانون جامعه است و اینجور حرفا، بچه اونجا فضایل اخلاقی رو یاد میگیره و خیلی وقتا رفتار و کردار، مخصوصا پدر اگر رفتار و کردارش مزخرف باشه، بچه میاد اون رفتار و کردار رو تقلید میکنه. خوبه حداقل اینجا به نقش پدر یه اشاره‌ای کرده. مورد سوم عوامل اقتصادی که به نظر من مهمترین عامله، چون بسیاری از مردم مجبورن که برای کار پیدا کردن مهاجرت کنن، حالا یا بین کشوری یا بین شهری، تایم زیادی در روز خونه نباشن، خیلی وقت خشونت ها و آسیب های محل کار رو میارن تو سر اعضای خانوادهشون خالی میکنن، فشار اقتصادی، بیپولی، گرونی و اینا هم خب میتونه محرک باشه. خیلی توی کتاب میاد به این آمار و ارقام اشاره میکنه که توی شهر و جاهای شلوغ جرم و جنایت بیشتره به دو دلیل. 1. جمعیت بیشتره، در نتیجه شانس اینکه آدم خلافکار رندوم از توشون در میاد بیشتره. مورد دوم اینه که خب فضای روستا چون اکثرا همدیگر رو میشناسن یه کنترل و نظارت اجتماعی وجود داره، آدم ها به این راحتی دست از پا خطا نمیکنن، ولی تو شهر هرکیه هیچکی رو نمیشناسه، افراد پیوندهای اجتماعیشون سست شده، برای همین راحت تر دست به جرم میزنن. این تا حدی درسته، ولی در مورد یه سری جرائم هیت کرایم که مشخصا زنان رو هدف میگیره، زنکشی و جرائم این مدلی، این فرمول برای صدق نمیکنه. شما تو شهر احتمال اینکه ناپدید بشی و افراد گزارش بدن به پلیس خیلی بیشتر از اینه که تو توی روستا خیلی راحت یکی از اعضای خانواده رو سر به نیست کنی و بقیه روستا هم خب چون میدونن قضیه از چه قرار بوده میتونن به روی مبارک نیارن و راپورت ندن به پلیس. پس اینجا یه مثال نقص برای حرف نویسنده وجود داره. کلا میخواد بگه تو شهر چون تضاد فرهنگی هم وجود داره، همین میتونه یه فاکتوری باشه که به جرم و جنایت دامن بزنه. حالا یه بخشی از این کتاب وجود داره که من باز هم دلم میخواد سرمو بکوبونم تو دیوار. صفحه 22. اینجاست که این کتاب بوی جوراب معلم پرورشی جماعت رو میگیره. چه جوری؟ براتون میخونم. مهمتر آن که جرائم خشن و وحشتناک بیشتر در شهرهای پرجمعیت و بزرگ اتفاق میفته. حالا چرا؟ شهر اصولاً محل تجمع ثروت و زیبایی است. ثروت و تجمل موجود در شهرها به خودی خود فریبنده است. افراد ضعیف النفس و جوانان بیش از سایرین در معرض اغوا قرار می گیرند. آنان صاحبان این ثروت و تجمل را نمی شناسند. گاهی حتی صاحبان این ثروت را منکر می گردند و تصور می نمایند که این ثروت به کسی تعلق ندارد. در این شرایط است که برخی افراد عنان خود را از دست داده و مرتکب جرم می شود. مرد حسابی تو جامعه شناسی یا معلم دینی؟ اوکی، چشم و همچشمی میتونه یکی از فاکتورهایی باشه که افراد رو به یه سری جرائم سوق بده، اما مرد حساب تو جامعه شناسی خیر سر چه نوع تحلیلیه؟ عزیزم بذار من این تیکه رو بهتر از نویسنده براتون توضیح بدم. این یه تحلیل طبقاتی میخواد. ببین خیلی ساده است. قدیم بهمون میگفتن که هر چی بیشتر کار کنی بیشتر پول در میاری، رفاهت هم بیشتره. حالا توی نظام سرمایه‌داری فعلی و توی وضعیت اقتصادی مشخصا ایران که داریم الان اونجا زندگی میکنیم، شما هرچی بیشتر کار میکنی پولدارتر که نمیشی. هیچی، نه داره دنبال هشتش میدوه، هر کی داره روز به روز فقیرتر و بدبختتر و بیچارتر و چخرفته تر میشه. توی همچین شرایطی وقتی که ببینی من دارم کار میکنم ولی اونی که کار نمیکنه داره روز به روز پولدارتر میشه، اونی که زحمت نمیکشه پول بادآورده داره، چرا من خودم رو پاره کنم و هی زحمت بکشم؟ منم پول بادآورده میخوام. اینجاست که بعد این یک عاملی میشه که فرد بخواد از روش‌های خرکی و غیر آدموار اون ثروت و مالندوزی رو کسب کنه و اینجاست که
گفته میشه که یک نوع خاصی از جرم و جنایت بین طبقه فرودست بیشتر رایجه، که البته این قابل نقده، مثال نقص براش بی نهایت زیاده، ولی میخوام بگم چیه؟ وقتی شما به عنوان یه جامعه شناس باید تحلیل کنی، باید اینجوری تحلیل کنی، نه اینکه من اون آدم پولدار رو دیدم و اغوا شدم. نه، اینجوری نباید تحلیل کرد محض رضای خدا. سه تا صفحه حیاتی هست که خیلی دوست دارم بهش بپردازم. اول متن کتاب براتون میخونم، صفحه 30. دولت از دیدگاه وبر یک اجتماع انسانی تلقی میشه که حق انحصاری استفاده از زور مشروع رو توی قلمرو اراضی معینی داره. در طول زمان و همراه با شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشورها این وضعیت تغییر میکنه. در این زمینه سوالات مهمی مطرح است که چرا مردم یک کشور در یک دوره زمانی خاص تمایل بیشتری به ارتکاب جرائم دارند. اومده یه توضیحاتی داده، حالا غیر از این که استفاده از الکل و مواد مخدر عامل جرم نیست، صرفا تسهیلگر جرمه و اینجور چیزها. اینجا میخوام ارجاع بدم که کتاب زنان و خانواده که اینجا بهش ارجاع دادم یه مقاله داره در مورد تاثیر الکلیسم بر خشونت علیه زنان و راهکاری که داره اونجا پیشنهاد میشه، که پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما تماشا کنید. بعد در ادامه میاد میگه که بین افزایش هزینه‌های زندگی از طریق افزایش شاخص قیمت مصرف کننده یا همون تورم و قتل عمد رابطه مثبتی وجود داره، به طوری که در استان‌هایی که هزینه زندگی بالاتر، نرخ مشارکت اقتصادی پایین‌تر و جمعیتش بیشتره، قتل هم بیشتره. حالا یه سوال خیلی مهم می‌پرسه، خشونت تبهکارانه آیا هزینه ایه که جامعه در مقابل آزادی های فردی میپردازه؟ حالا اینکه اصلا آزادی چیه؟ من توصیه میکنم که ویدیوی قبلی من آزادی از ضد هانا آرنت رو ببینین، چون به این بخش از صحبت های من مرتبطه. اگر هم الان دارین صحبت های منو میشنوین، یه فیلمی روی پرده سینما هست که مهران مدیری ساخته، ساعت 6 صبح. اون فیلم رو ببینین. اگر هم میخواین فیلم قدیمی ببینید، فیلم آواز قو که بهرام رادان بازی کرده، دقیقا همین چیزیه که الان میخوام در موردش صحبت کنم. حالا مگه کوه رفتن جرمه؟ مستحکم بودن و کثافتکاری جرمه، چه تو کوه چه تو دره. حرف دهنتون رو بفهمین. در برخی جوامع دامنه گسترده ای از آزادی های فردی به رسمیت شناخته میشود و برخی اعمال کجروانه تحمل میشود، مثل هلند. توی این جوامع میزان جرائم خشن اندک است. برعکس، کشورهایی که دامنه آزادی فردی در آنها محدود است، مثل آفریقای جنوبی، ممکن است سطح بالایی از خشونت را نشان دهد. جامعه‌ای که نسبت به رفتار کجروانه تحمل نشان می‌دهد، دچار شکاف اجتماعی نمی‌شود. اما دستیابی به این امر هنگامی ممکن است که آزادی فردی با عدالت اجتماعی همراه گردد. زیبا نبود؟ بذاریم بیشتر براتون توضیح بدم. توی همین دوتا فیلمی که براتون مثال زدم، یکیش پسر بنده خدا داره با دوست دخترش میره دیت، میره سر قرار. تو دومی یه دختریه که داره از ایران خارج میشه، دوستاش براش گودبای پارتی گرفتن و تو اون گودبای پارتی داره مشروب سرو میشه. یک عمل کجروانه خفیف که این دو عمل، یعنی سر قرار رفتن با جنس مخالف و مشروب خوردن، توی بستر این فیلم ها از طرف پلیس به جایی کشیده میشه که کار به آدم ربایی و گروگانگیری و تیراندازی و کارهای جرائم خرکی این مدلی ختم میشه. چرا؟ چون خیلی ساده، یه سری آزادی های فردی به رسمیت شناخته نمیشه. قربونت برم. سلام به بچه ها، سلام کن. بله. دختر من همیشه جای حساس ویدیو پیداش میشه، قربونش بشم. مثلا توی هلند مصرف ماریجوانا با یه مقدار محدودش مجوز داره. چرا؟ که جلوی خرید و فروش و کارتلای مواد مخدر گرفته بشه، حداقل در یک میزان کم و کنترل شده ای باشه. یا مشروبات الکلی تو خیلی از کشورها آزاده و خیلی پلیس قوانین سختگیرانه ای داره که مثلا مست پشت ماشین نشینین، رانندگی تو این وضعیت نکنین، یا اگر
سابقه ضرب و جهر رو نمیدونم کتککاری در اثر مستی داشته باشین تو بار و کاواره و اینا راتون نمیدن. یعنی کشورها خیلی حساسن به این موضوع، ولی تا یه سطح کمی از عمل کجروانه تحمل میشه. این تحمل باعث میشه که یه سری سوء استفاده های قانونی دستشون کوتاه بشه، مثل همون مثالی که برای مواد مخدر رو هلند زدم، مثل ایران اتانول به خورد مردم ندن سالانه این همه کشته و نابینا به جا بذاره. حالا شما تصور بکنین در جای زندگی میکنین که نه تنها آزادی فردی به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه زندگی روتین و نرمالتون و بدنتون جرم‌انگاریه. بعد میخواین تو همچین جامعه‌ای سطح خشونت بالا نره؟ نگران کننده نباشه؟ تو که گروگان داری؟ بکشو خاک خودمون. خاک خودمون؟ خاک من کجاست بطا؟ خاکی که توش عشق جرمه؟ خاکی که جوانشو به جایی میکشونه که حالا این هم آدم منتظرن تا مغزشو متلاشی کنن؟ یادآوری میکنم که تو 3 ماه اخیر بیشتر از 50 زن ایرانی به دست شوهراشون به قتل رسیدن و اونم از حملات نجات پرستانه که روز به روز داره بیشتر میشه. این نشونه چیه؟ نشونه عفونت، نشونه یک بیماری در سطح اجتماعی که متاسفانه روز به روز داره بدتر میشه و نبودن آزادی فردی و عدالت میتونه یکی از مؤلفه‌هاش باشه. مرسی از نویسنده، با اینکه کلی مزخرف نوشتی ولی این تیکه رو خیلی خوب گفتی. درود خدایان بر تو. این ویدیوهایی که دارم وسط کار نشون میدم ببینین. یعنی میگی که من احساس میکنم که هر کی که تو پایین شهر خلافکاره؟ آره، اصلا خب چیزی که دیدم همیشه این ارزلو باشه، اونایی که خفت گیر بودن و این داستانا رو گرفتن همشون بچهای جنوب شهر بودن. اصلا کسی رو دیدی طالبی هم بگن آره این آدم تو زعفرانیه بودن، این آدم تو جردن زندگی ولنجک زندگی میکرده، خب خفت گیری کرد. حالا همچین چیزی شنیدی؟ من خودم 3 بار 4 بار طالب گوشیمو دزدیدن، پایین آزادی بوده هر 3-4 بارشون. ما بچه پایین گوشتو به پاخش نذارم. به نظر من حداقل 30% 40% جامعه همینجوری خیلی جالبه. از این دست ویدیوهای مدته که تو اینستاگرام خیلی زیاد شده، من فعلا همین یه دونه رو فقط دارم استفاده میکنم. جنوب شهر بودن، فقیر بودن، از یه حدی کمتر درآمد داشتن خودش اتوماتیک انگ دزد و قاتل و مجرم بودن به تو میزنه، ولی شمایی که اصلا معلوم نیست ثروتتون از کجا داره میاد، خیلیاتون معلوم نیست، خیلیاتون پولتون از بابات داره میاد که اون بابا هم همچین معلوم نیست که روش کسب ثروتش مشروع باشه، ولی به هر حال اونا جرم و جنایت میکنن خیلی راحت یه وثیقه میذارن میان بیرون، قاضی رو میخرن، دادگاه رو میخرن، فرار میکنن از کشور، اقامت کانادا و 3000 میلیارد و اینا خیلی راحت میرن، ولی جرمای ما جرمه فقط. بگذاریم، من خیلی دیگه وارد بحث سیاسی نمیشم. گفتم یه سری نظریه ها وجود داره که این نظریه ها رو من فقط رو یکی دو تاش مانوندم، بقیه‌اش واقعا اونقدر مهم نیست. مثلا یکی از این نظریه ها کنترل اجتماعیه. مثالش رو توی اون قضیه روستا و شهر زدم. 4 تا متغیر هست که توی کنترل اجتماعی کمک میکنه. مثلا چیا؟ دلبستگی، تعهد، مشارکت، باور. میگه که عضویت توی یه گروه و داشتن این 4 تا فاکتور باعث میشه که روابط بین افراد توی گروه سفت‌تر باشه، امکان کجروی افراد گروه هم کمتر باشه. این درسته. اگر اون گروه از اول یه گروه کجرو بودن چی؟ یعنی مثلا فرض کن یه اکیپی توی یه مدرسه ای افتخارشون این باشه که ما بعد مدرسه جیب قاپی میکنیم، دوره همی سیگار پیدا میکنیم و بچه ها سیگار میکشیم، و اون کنترل اجتماعی ممکنه که اعضای گروه حتی اونی که مایل به انجام این کارها نیست رو سوق بده به انجام کار خلاف. پس برای این کنترل اجتماعی مثال نقص هم وجود داره که خیلی وقتا اون کنترل اجتماعی میتونه خودش منجر به بزهکاری باشه. یا یه مثال زنکشی بخوام براش بزنم، اگر پادکست روزن رو شنیده باشین، اپیزود قتل ناموسی، دقیقاً به این موضوع داره اشاره میکنه. حالا به بهونه رومینا اشرفی اون پادکست ساخته شده، دقیقاً داره اشاره میکنه تو خیلی از موارد زنکشی که به دست پدر برادر شوهر یا حالا هر خریدار انجام میشه، اون فرد دلش نمیخواد بزنه کسی رو بکشه، اون کنترل و فشار اجتماعی که داره به این کار وادارش میکنه. طرف میاد میگه آقا جلو در همسایه من چی بگم، همه از من توقع دارن که این لکه ننگو از زندگیت پاک کن، من از شرف خودم حمایت کردم، من اگر اینو نمیکشتم خودم و بقیه اعضای خانواده مورد نفرت اون جامعه محلی قرار میگرفتیم، من برای زنکشی ماله نمیکشم، فقط میخوام بگم که این کنترل اجتماعی الزاما چیز خوبی نیست، میتونه که تاثیرات منفی هم داشته باشه.
صفحه 43 یه تیکشو میخونم. در این حال برخی محققان انتقادات زیر رو هم وارد میدونن. توی این الگو، یعنی الگوی کنترل اجتماعی، قادر به تبیین انواعی از جرم‌ها مخصوصا جرائم جنسی نیستیم، یا انحرافات مربوط به مواد مخدر و چیزایی که کلا آبرو محور به امتیازات اجتماعی مربوط میشه. ببینید، من گفتم 4 تا المان وجود داره که ممکنه که طرف به واسطه این 4 المان پیوندهای اجتماعی مهمی توی گروه برقرار کنه، اما این تحلیل کنترل اجتماعی نمیاد در نظر بگیره که این خودش یک جایگاه قدرت میسازه و این جایگاه قدرت باعث میشه که ما جرم و جنایت اون شخص دستگل مطرح اون گروه رو نبینیم. مثلا توی جنبش میتو ما میدیدیم که روایت افراد میمدن بیرون، طرف عملا داره میگه که آزارگر من یک شبکه‌ای از افراد برای خودش ساخته بود، حالا هنرمند، فعال حقوق بشر، حالا هر چیزی، یک شبکه‌ای از افراد برای خودش ساخته بود. چون عضو فعال و دلسوزی بود، هیچ که باورش نمی‌شد که این آدم متجاوز باشه و همه فکر می‌کردن که تو می‌خوای این بزرگ مرد رو زمین بزنی. آه خدای من، ای پرستو. آره، این خلاصه میتونه یه مثال نقص مهمی باشه. کلاً کنترل اجتماعی میگم میتونه در پیشگیری از جرایم نقش داشته باشه، میتونه خودش یک عامل باشه، چون ما حتی یه ضرب المثل هم داریم دیگه، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. صفحه 53 یه نکته ای رو داره مطرح میکنه که به نظرم نکته مهمیه، مخصوصا برای ما که ژانر جنایی دنبال میکنیم دیگه، داریم یاد میگیریم که هر از گاهی تعجب نکنیم. وقتی که ما پرونده‌های مختلف رو بررسی میکنیم میبینیم که الزاماً همشون خانواده بدی نداشتن، الزاماً از جای بد شهر نمیان، الزاماً آدم های داغونی نبودن. ما خیلی وقتا جرم و جنایت خشن از کسایی میبینیم که آزارش به مورچم نمیرسید، این تالا به کسی فوش نداده بود، به مادرش از گل نازکتر نگفته بود، تالا برای ضرب و جرح تو دردسر نیفتاده بود و زده مثلا همسرش رو تیکه پاره کرده یا زده مثلا کارفرماشو کشته. ما میبینیم که هر از گاهی این اتفاق میفته و کلن یک فرمول ثابت و جهان شمول وجود نداره. خیلی وقتا فرمولای ما برای تحلیل همچین چیزایی کم میاد و باید سایر عوامل رو بررسی کرد. اینجا میگه که کجروی و حالا به زهکاری اینا مربوط به طبقه کارگر نیست و حتی میتونم به صراحت گفت که آمارهای رسمی تخلفات طبقه متوسط و بالا به خوبی نشان میدهد که آمار مراجعه کنندگان طبقه متوسط به دادگاه جنایی و مراکز خاص به دلیل ارتکاب جرم کاملا غیر واقعی است، چرا که جرائم آنها عمدتا از طریق مشاوره با نهادهای خصوصی حل فصل میشه. لذا قانون شکنی نتیجه فقر یا اجتماعی شدن ناقص یا نامناسب نبودن این عوامل و اینا هست. و اینجا میگه که مردمی که مرتکب قانون شکنی میشوند مطمئنن نسبت به کسایی که مرتکب قانون شکنی نمیشوند ارتباط بیشتری با قانون شکنان دارند. این وضعیت هم برای زنان وجود داره هم برای مردان. یعنی چی؟ یه نظریه معروف دیگه داریم که بهش میگن نظریه یادگیری اجتماعی، که افراد از تو محیط یه چیزی رو یاد میگیرن. مثلا مامان باباهامونو دیده میخواستم با بدن پسر نوح با بدن بنشست و تو خلاصه دوست خوب تو مدرسه پیدا کن. این همون نظریه است. حالا من خیلی نمیخونم چون تکرار مکرراته. در مورد آزمون میلگرام هم توضیح میده، در مورد تاثیر الکل و مواد مخدر هم توضیح میده. خیلی کلیشه‌ای میشه، اینا رو نمیخوام واردش بشم، اما چگونه ما بر گهکاری های خود ماله میکشیم. این بخش از کتاب به نظرم بسیار مهم و آموزنده بود. صفحه 59 باندورا میگه که ما یاد گرفتیم که وقتی یه رفتار ضد اجتماعی انجام میدیم وجدان خودمون رو از عذاب وجدان راحت کنیم، خنثی‌سازیم انجام بدیم. چجوری؟ یه مکانیزمی داره که حالا 4 نوع این مکانیزم خودش رو نشون میده. مکانیزم اول، کم اهمیت جلوه دادن. بابا من که کاری نمی که، من پدرم، من مادرم، من دلسوزم، من داشتم بچه‌مو نصیحت می‌کردم. بابا چه کولی بابا، حالا دوتا چکم زدم، کتک معلم خوبه، کتک بابا خوبه، هرچی نخوره خوله. بابا دو حالا درست قرنیش پاره شده، دندش شکسته، دماغش از اینجا پا شده اومده اینجا، ولی چیزی نیستش که کم اهمیت جلوه دادن. دو، توجیه با توسل به ارزش‌های بالا.
ما تو پرونده قتل‌های سریالی و تجاوز این بزرگوار عنکبوت دقیقاً این ورژن رو شاهدش هستیم. طرف میرفت روسپی‌ها رو پیدا می‌کرد، بهشون تجاوز می‌کرد و بعدم می‌کشتشون و بعد هم جست می‌گرفت که من خیابان‌ها را از آلودگی حفظ کردم. جدی می‌فهمی؟ یعنی دنبال این نبوده که چرا اون زن روسپی شده؟ خوب خودت کیفش رو بردی بعد زدی کشتش خاک تو سرت کنن؟ اینم یه ورژنشه. توسل به بد اقبالی قربانی. بابا من عصبانی شد، من که قصد بدی نداشتم، که اون بنده خدا از یک جای اشتباهی تایم اشتباه داشت رد میشد. من عصبانی شده بودم، میخواستم قفل فرمونم رو فرود بیارم تو اون یکی، اشتباهی تو کسی رفت که اومد ما رو از هم جدا کنه. شانس نداشت. من کار نکردم، صرفا بد شانس بود، میخواست خودش رو نندازه وسط. و آخرین مورد که مهمترین مورد، انسانیت زدایی. انسانیت زدایی یعنی چی؟ ما میایم یک برچسب، یک لیبل، یک اتهام یا حالا هر چیزی میزنیم و ماله میکشیم برگنده کاری و جرائم خشونت آمیزی که داریم انجام میدیم. آدم نبود، روسپی بود. آدم نبود، زن است دیگر. آدم نبود، منحرف جنسی بود. آدم نبود، سپر انسانی بود. آدم نبود، بابا افغانی بود، مهم نیست. میرسم سر وقت مهمترین نظریه برچسب زنیم. اونایی که معلمن خیلی احتمالاً بیشتر با این داستان سر و کار داشتن. که وقتی که به یه کسی یا به یه چیزی برچسب منفی بزنیم، بعد از یه مدت افراد اون برچسب باورشون میشه، بخشی از هویتشون میشه. جدی جدی فکر میکنه که من همین مزخرفم. مثلا وقتی که یک والدینی یا معلمی هی به بچه بگن تو خنگی، تو خنگی، تو خنگی، حتی اگه اون بچه نبوغی هم داشته باشه، بعد از یه مدت اعتماد به نفس و پشتکارشو از دست میده، چون میگه من خنگم. در مورد جرایم هم همینطوره. وقتی که ما اسم یه مناطقی رو میذاریم، منطقه بزهکارا، منطقه خلافکارا، منطقه فلان، حالا شاید توش از این خبرها باشه، ولی ما وقتی انگ میزنیم، برچسب میزنیم روش، داریم در واقع کل ساکنین اونجا رو تنبیه میکنیم با این کار. و وقتی که این کار رو انجام میدیم، بقیه سکنه اونجا هم باورشون میشه شما واقعا آدمای مزخرفی هستیم. شاید ما به واسطه خاورمیانه‌ای بودن هممون بالقوه تروریست هستیم، فقط باید بالفعلش کنیم. برای همین اینجا بحث رسانه، بحث متولیان فرهنگی خیلی خیلی پررنگ میشه، چون این افراد مسلماً نقش مستقیمی دارن روی این انگ زنی ها، روی این برچسب زنی ها. بعد ادامه توضیح میده که ما دو مدل کجروی داریم. یک کجروی نخستین داریم که حالا به عنوان یک اشتباه گذرا معمولا پیچونده میشه، کسی خیلی به کسی خورده نمیگیره، حالا اوکی هم نیست ولی خیلی نوکی هم نیست. مثلا شما سیگار بکشی از نظر اجتماعی چیز اوکی نیست، ولی حالا سیگار بکشی بهتر از اینه که هروئین بکشی. خب حالا یه وقتایی سیگار بکشی ما برو خودمون نمیاریم، حالا تاسیگارتو ننداز، ما برو خودمون نمیاریم کجروی کردی. یا یه مثال بهتر بزنم، چراغ قرمز رو رد کنیم. اینجا یه کجروی اتفاق افتاده، ولی حالا میگیم یه بار اشتباه کرد. حالا درسته که به پارتنرش خیانت کرد، یه بار اشتباه کرد، کارش درست نبوده، بیا نادیده بگیریم. الکل خوردن، نوشیدن الکل چیز اوکی نیست، تو ایران غیر قانونیه، ولی همیشه که از این کارا نمیکنه. کجروی اولیه معمولا طرف قصر در میره، اما توی کجروی دومین این اتفاق نمیفته. توی کجروی دومین طرف داغ ننگ بهش میخوره، برچسب میخوره و این بده. مخصوصا این که مثلا شما تو طول روز دعوا، نزا، ضرب و جرح، تصادف، نمیدونم قتل، آدم ربایی تو روز عادی زیاد داری، اما یک بار حالا بر حسب بدشانسی یا هر چیزی، چون مرتکب شوندش از اقلیتیه، حالا مثلا مهاجره یا هر چیزی، صاف میایین رو اون قضیه انگ میزنین و حمله میکنین به همه افراد اون گروه و هیت کرایم رو اینجا شعله ور میکنین و این بده. گارفینگل مده روی این مسئله اسم مراسم بدنامی رو گذاشته. توی این مراسم کجروان سرزنش میشن، مجازات میشن، با برچسب ابله، بدکاره، هرزه، غیرعادی، کلاهبردار، معتاد و اینا روبرو میشن و معمولا دیگه جامعه این برچسب یادش نمیره. این کجروی دومی میتونه به چیزای بدی ختم بشه.
مثل اتفاقی که تو ویدئوی قبلی خیلی در موردش توضیح دادم و اینجا یه اشاره میکنم، منطقه 15 تهران مهاجرین افغانستانی به خاطر چند فقره حالا آدم ربایی و آزار جنسی و دزدی اینا اومدن کل سکنه افغان تبار رو انداختن بیرون، ضرب و جرح کردن، فوششون دادن و رفتارهای ناپهنجانه این مدلی از خودشون نشون دادن. توی صفحه 25 سامسون داره توی تحقیقاتش نشون میده که جاهایی که به دلیل مثلا محله پرجمعیتی بوده، جرم زیاد انجام میشده، مرگ و میر نوزادان وجود داشته، بهداشت در سطح کمی بوده، مدرسه درست درمون نبوده و اینها، این فقدان‌ها مهمترین عامل وقوع جرم توی این مناطق بوده. یعنی یک تبعیض سیستماتیک، یک نابرابری وجود داشته توی مناطقی که افراد رو سوق میده به سمت خلافکاری. برخلاف این ویدیوهای ترند اینستاگرام، افراد این مناطق ذاتاً موجودات بزهکار خلافکار خطرناکی نیستند. این نابرابری و تبعیض به اون مسیر افراد رو سوق داده. اگر نمیدونین نقش نابرابری و تبعیض چجوری میتونه باشه، یه ویدیو دارم در مورد فرق برابری و مساوات، توی کارت ها و توی دیسکریپشن لینکش رو براتون میذارم، اون ویدیو رو ببینین بد نیست. جامعه شناسان معتقدند که وقوع جرم با پدیده فقر ارتباط نزدیک دارد. در کشورهایی که سطح رفاه پایین‌تره و فقر کمتر جمعیت رو به چخ داده، وقوع جرم با احتمال کمتری همراهه. از سوی دیگر، حتی در کشورهایی که فاصله زیادی بین طبقات ثروتمند و فقیر جامعه وجود داره، باز وقوع جرم شدت بخشیده میشه، که به این میگن محرومیت نسبی. از تمام این عوامل، نابرابری تأثیر بیشتری بر وقوع جرم دارد. اینو بعد به جای اون مزخرفات افراد اقوامی شوند، اینو بعد اونجا میگفتی مرد حسابی. و اما میرسیم به بحث جنسیت و جرایم که حالا توی این کتاب متاسفانه خیلی بهش نپرداخته. وقتی که در مورد خشونت مردان علیه زنان، زنکشی و اینجور چیزا صحبت میکنیم، خدا رو شکر مردان ایران از ثریا برمیخیزند و یه کلثوم اکبری و یکی هم مهین قدیری رو علم میکنن که بیان بگن نا پس زن قاتلم داریم. بله عزیزم، زن قاتل داریم، هم قاتل سریالی هم قاتل غیر سریالی، زن قاتل تو ایران داریم، اما فقط به اسم همین دو نفر یاد گرفتن که گهکاری ها و قتل ها و خشونت های همجنس های خودشون رو گردن نگیرن و با برچسب زنی میخوان اینا به بقیه جامعه زنان نسبت بدن. این خیلی در نوع خودش جالبه. این کتاب متاسفانه به این داستان خیلی ضعیف پرداخته. اول اومده و یه معرفی کرده که اصلا فمینیسم چیه، فمینیسم از کجا اومده، فمینیستا چی میخوان، فمینیست لیبرال چی میگه، مارکسیست چی میگه، سوسیالیست چی میگه، رادیکال چی میگه، که من برای اینا ویدیو ساخته و میسازم. در این ویدیو نمیخوام به اینا بپردازم. به اعتقاد فمینیست های تجربه گرا، جای زنان در تحقیقات جرمشناسی خالیه. اصولا دانش جرمشناسی یک دانش مرد محوره. لذا در بررسی بزهکاری و همچنین فرایند رسیدگی کیفری تنها به مردان توجه می کند. فمینیست های تجربی با توسل به تحقیقاتی که روی زنان بزه دیده انجام دادند، بران شدند تا زنان را از تحقیقات کلیشه‌ای خارج ساخته و به جرمشناسی جنبه بی‌طرفانه‌ای ببخشند. حالا هی بگین فمینیستا بیشتر دین نمیخونن، بفهمو. صفحه 100. اما در این حال جرایمی مثل روسپیگری، بچه‌کشی، سرقت‌های مخفیانه از جرایم شایع بین زنان. از خصایص بارز این جرایم عدم استفاده از خشونت و عدم توسل به باندهای بزهکاریه. یه جای دیگهش میگه که جرمشناسی فمینیستی اواسط دهه 70 با آثار آدلر، سیمون و اسمارت توسعه پیدا کرد. کلن جرمشناسی فمینیستی و فمینیسم انتقادی اصلا رفت توی لول متفاوتی. خیلی ایده های جدیدی این وسط شکل میگیره. آدلر استدلالش این بود که زنها چون از فضای خونه، فضای نقشه جنسیتی سنتی اومدن بیرون، وارد یه جامعه مرد سالار سرمایه داری شدن که خیلی رقابت طلبه، پس زنها اومدن و دارن کار مردا رو تقلید میکنن، مثل اونا سعی میکنن خشن باشن، به زور خودشون رو توی سری جرائم بچپونن. ولی سیمون با این نظرش مخالفه و میگه که توی کتابش به اسم زنان و جرم اومده و طیف گسترده تری از فرصتها برای ارتکاب جرم رو بررسی کرده و دیده که جرائمی که زنها تو اون مشارکت میکنن اساساً نیاز به دسترسی به پول و سرمایه گذاری اینا دارن که خیلی از این جرم مثلا
امکان مشارکت و نقش زنان به اون صورت وجود نداره. بعد توی جرمشناسی انتقادی یا جرمشناسی رادیکال اومده و نقش نظام سرمایه داری رو مطرح کرده که توی این جوامع فراصنعتی آدم ها از خود بیگانه میشن، ناعادلانه است. خودکامگی دولت ها و یه سری مکانیزم برچسب زنی پلیس و دستگاه قضایی به ضرر طبقه زحمتکش عمل میکنه. برای همین کلا جرمشناسی رادیکال بیشتر یه ایدئولوژیه تا یک علم. دارم نقل قول مستقیم میکنم از کتاب. جرمشناسی فمینیستی با جرمشناسی انتقادی طرفدار حقوق زنان و ایناست و خلاصه با اون ساختار پدرسالارانه و قیم معابانه نظام کیفری مشکل داره. صفحه 109. در مجموع بزهکاری زنان غیر از روسبیگری که در میان آنها شایع است 4 ویژگی دارد: میزان و سهم کم زنان در پدیده مجرمانه، خاص بودن بزهکاری زنان، تمایل زنان به معاونت در جرم و میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار. یعنی یه مردی که میفته زندان آزاد میشه احتمالش خیلی بیشتره که جرم مرتکب بشه تا زنی که یه بار مچش گرفتن. مثلا یه جدولی رو داره میاره، من اینجا جدول رو از رو براتون میخونم. اومده قتل بین مرد و زن توی آمریکا رو مقایسه کرده در سال 1998. از نظر ماهیتی خیلی با ماهیت جرم مردان متفاوت نیست، ولی کثرتش کمتره و تو این جرایم برای زنان خشونت هم یافت میشه. از 6% مردهای قاتل اکثرا همدستشون همسرشون بوده، ولی توی زنهای قاتل 28% همدست داشتن که همدستشون همسرشون بوده. توی مردای قاتل با کمک فرزندشون مرتکب قتل شدن، از زنهای قاتل 17% با فرزندشون مرتکب قتل شدن. یعنی زنها خشونتشون رو معمولا تنها انجام نمیدن. 55% مردهای قاتل از آشنا کمک گرفتن. این عدد توی زنها به 32% میرسه. پس زنها به اعضای خانوادهشون بیشتر رو میندازن تا غریبه. مردهای قاتل 25% از غریبه کمک گرفتن. این عدد توی زنها فقط 7%. پس زنها برای ارتکاب به قتل روی عضو نزدیک خانواده بیشتر حساب میکردن و به غریبه ها کمتر اعتماد. توی جرایم مثل بچه کشی، کودک آزاری، همسر کشی زنان هم مرتکب جرایم خشن شدن، ولی خب خیلی تفاوت فاحشی وجود داره. یعنی چه در زمینه همسر کشی، آمار رو من دارم نشون میدم از FBI، آمارشو اگه بتونم گیر بیارم عکسشو روی ویدیو نشون میدم، چه از نظر تجاوز جنسی، کودک آزاری و قتل کودکان مشخصا تفاوت بسیار چشمگیری وجود داره. میخواد بگه که وقتی که زنان فرصت پیدا کردن وارد جامعه بشن، خب به همون نسبت فرصت هم پیدا کردن که فعالیت مجرمانه داشته باشن. حالا بیاین در مورد قربانیان جرایم خشونت‌آمیز بر حسب جنسیت صحبت کنیم، جایی که مرد ایرانی دوست نداره خیلی شنونده باشه. از خود کتاب مستقیم نقل قول میکنم: جوان بودن و مذکر بودن به عنوان یک اصل ثابت پذیرفته شده است، به طوری که 90-85% مجرمین مذکر بوده و در سنین 16-29 سال بودند. اغلب آنها با کنترل قوی خانواده روبرو نبودند و نگرش منفی نسبت به جامعه و افراد همگروه خودشون داشتند. یعنی چه؟ یعنی خانواده فقط گیر و کنترلش روی فرزندان زنه، پسرا رو ول میکنن به امون خدا. یکی بیاد این پسراتون رو جمع کنه. اومده توی پرونده های اسید پاشی که بیشترین قربانیانش توی ایران زن هستن بررسی کرده، چند تا پرونده رو اشاره میکنه. چه میدونم طرف خواستگارش جواب رد داده بوده، زرتی با اسید ریخته بوده تو صورتش. توی اردیبهشت سال 87 یه خبر اومد از یه قاتل سریالی که توی رشت 4 تا زن رو به قتل رسونده بوده. این میاد در مورد جزئیات اون پرونده صحبت میکنه. تحقیقات بروکمن نشون میده که افراد بیکار بیشتر در معرض جرم مرتکب شدن هستن. منطقیه، شما وقتی ول برای خودت بگردی بیشتر وقت آزاد داری که جرم مرتکب بشی. حالا تو کشوری که نرخ بیکاری بالاه و سطح خشونت بالاه، چون آزادی‌های فردی نقض شده و عدالتی وجود نداره، شما خودتون قضاوت کنید که این عدد و رقم چقدر میتونه ترسناک‌تر هم بشه. بعد اومده و نزاع بین خواهر برادر رو بررسی کرده، تا جایی که به قتل همدیگه یا قتل والدین منجر شده. کلن مهمترین انواع خشونت خانگی رو همسر آزاری، کودک آزاری و سالمند آزاری تعریف کرده. همسر کشی آخرین حد همسر آزاریه و معمولاً بیشترین چیزی که رایجه به صورت زن کشی خودشو نشون میده، یا فمیساید، که در آن زن
بیشتر از مرد احتمال داره که توسط شریک زندگیش به قتل برسه. قاتلان ایرانی عمدتاً مرد، جوان، بی سواد یا کم سواد، مجرم و از طبقه محروم جامعه اند و به دلایلی مانند خارج بودن در حالت عادی، یعنی دراگی چیزی زدن یا شیزوفرنیکی بودن، پنهان کردن کج رفتاری یا جرمی دیگر، اختلاف عقیدتی و اخلاقی، اختلافات و درگیری های قومی قبیله‌ای، مسائل جنسی ناموسی و اختلافات مالی ملکی مرتکب قتل شدن. و در نهایت میخوام کتاب رو با این جمله به پایان ببرم: بنابراین جرائم خشن میتواند معلول سیاست‌های حاکم بر جامعه، هنجارها و روابط اجتماعی، ساختار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن باشد و کاهش آنها نیز از طریق توجه به تمامی این عوامل امکان پذیر است. دوستان، پس میشه درستش کرد؟ اونقدر هم که فکر میکردیم دارک نیست، زیرا برخوردهای فیزیکی و مجازات نه در گذشته چندان موفق بوده است و نه در آینده میتوان انتظار داشت که بتواند مانعی در شکل گیری این گونه جرائم باشد. هرچند تنها راهی که پیش پای مسئولان است و میتوان به عنوان یک درمان موقت از آن استفاده کرد، همین رفتار است. من به عنوان آخرین نکته میخوام این پایان ویدیو یه اشاره بکنم به همون دوتا ویدیوی قبلتر که در مورد اعدام صحبت کردم. چیزی که در این کتاب هم جز معدود مواردی که خیلی خوب نویسنده بهش اشاره کرده، با مجرم که جرائم خشن مرتکب میشه باید چیکار کرد؟ از کتاب میخونم، صفحه 23: مجازاتی که برای مرتکبین جنایات خشن در نظر گرفته میشود معمولاً اعدام است، که یعنی این اعدام رو برای مرتکبین انتظار داریم. بعد میاد پایین صفحه میگه: هرچه در جامعه خشونت بیشتر باشد مجازات ها سنگین تر میشود. آشنا نیست؟ در گذشته هدف از اعدام آزار و اذیت جسمی مجرم بود، ولی دیگه الان در دنیای مدرن این حرفا موضوعیت خودشو از دست داده و هدف از اعدام قطع حیات، سلب حیات. در حال حاضر سیستم اثباتی تو بیشتر دادگاه‌ها به صورتیه که شهادت یک چیز کالایی شده. کسی که قدرتشو داره یا پولشو داره میتونه برای خودش مدرک بخره و قصر در بره، و خیلی وقتا ممکنه که افراد اشتباهی این وسط اعدام بشن صرفا چون پولشو نداشتن این کالا رو تهیه کنن. یه نکته دیگه اینه که از دلایل وجود مجازات اعدام ارعاب مجرمانه و جلوگیری از تکرار جرم. اما آمارها نشان داده در کشورهایی که مجازات اعدام حذف شده جرائم لاقل بدتر نشده. در اینجا یه نکته ریزی وجود داره: بیشترین مواد فروشان بی سواد بودن، فقیر بودن. ما وقتی که بیایم یکی از اعضای خانواده رو به خاطر خرید و فروش و تولید مواد مخدر اعدام بکنیم و فقر اون خانواده رو درمان نکنیم، خیلی احتمال داره که اعضای خانواده هم مجبور بشن که به سمت این راه بیان. این خودش احتمال این که تکرار جرم انجام بشه بیشتر. اعدام دیگه الان مجازات بازدارنده نیست، مجازات مناسبی نیست. حتما اون ویدئوی مربوط به اعدام رو ببینید. ممنون که صبر و حوصله کردین و این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. با لایک، کامنت و سابسکرایب میتونین از کانالم حمایت کنین. حمایت‌های شما باعث میشه که من با انرژی بیشتری محتوای با کیفیت‌تر و بهتری براتون تولید کنم. همچنین یه راه دیگه برای حمایت از من وجود داره. توی دیسکریپشن من یه لینک گذاشتم، دونیشن لینک. این نور و دوا دستگاه جدیدی که خریدم به واسطه پولی که شما به من اهدا کردین. اگه هر کی هر چقدر کرمش بود، اگه حال کردین با کارم، میتونین از من حمایت مالی هم بکنین. ممنون که ازم حمایت میکنین. روز خوبی داشته باشید. این موضوعات برای جذابن، توی کامنت ها برام بنویس لینک تا بهت لینک ویدیو رو بدم. توی یوتیوب کاملش رو تماشا کن، حالش رو ببر.